که توی تحول مدرسه و نظام آموزشی ما میبینیم امروز به یک جایی رسیده که در یک سطوحی از معنا خالی شده، یعنی به این معنی که شما میتونید برید لیسانس بگیرید بدون اینکه محتوای لیسانس رو کسب کرده باشید، میتونید برید فوق لیسانس بگیرید، میتونید دکتر باشید، میتونید استاد دانشگاه بشید بدون اینکه این محتوا رو کسب کرده باشید. یک آفت بزرگی پیدا شده به اسم پایان نامه نویسی، یعنی کسانی میان برای کسان دیگر که قرار دکتر بشن، فوق لیسانس بگیرن، پایان نامه می نویسن و هیچ ظاهراً مشکلی هم نیست و گویی این پذیرفته شده است. این از کجا پیدا شد؟ یعنی چطور شد که اون نهاد مدرسه‌ای که با اون سختی، با اون زحمت تأسیس شد، با همه مخالفت‌ها رشد پیدا کرد، بعد زنها رو شامل شد در دوره رضاشاه و اومد بزرگانی رو تربیت کرد، یک زمانی نخبگان برجسته ایران از این دانشگاه ها می اومدن بیرون یا از اینجا درس می خوندن می رفتن فرنگ، بر می گشتن دانشجویان دیگری تربیت می کردن و نهاد علم بود و واقعا به این سادگی به کسی تأیید لیسانس و فوق لیسانس و دکتری نمی داد و به کسی به این سادگی استادی نمی داد. چطور شد که رسید به جایی که همش شد توخالی و شد مدرک بی محتوا، در واقع مدرکی که تأیید حتی دانش معمولی آموخته شده در دانشگاه هم نیست؟ بله، چیم به هر حال با این انقلابی که اون با صفت اسلامی توصیف میشه، اون دولت ملتی که از با انقلاب مشروطیت میخواست شکل بگیره آمد جلو و دوره رضاشاه و بعد دوره محمد رضاشاه سازمان و تشکیلاتش رو به وجود آورده بود و همه فونکشن‌های دولت مدرن دیگه، از فرض کنید بهداشت و آموزش و ارتش و چه و چه و چه ها، همه فرم دولت ملت مدرن رو به خودش گرفته بود. ولی با این انقلاب که به نام اسلام آمد، یه دفعه همه چیز به هم ریخت. یعنی یکی از پدیده های این قضیه این است که تمام اتوریته ها در واقع جابجا شد. اینکه عمامه بیاد بشینه جای تاج و مثلا آخوند بخواد که ارتش رو هم رهبری بکنه و اینکه به هر حال در شرایط اغتشاش و آشوب انقلابی و به نام انقلاب و انقلابی بودن، خب دیگه نه سرتیپ و سرهنگ اعتبار خودشو داشت، نه آخون، نه قاضی، نه استاد دانشگاه، نه هیچ مرجعی، نه مدیر کل اداره، هیچ مرجعی. و اینکه به سادگی خب میشه هر کسی میتونست به هر جا برسه به شرط اینکه متعلق به یه فضایی، به یه کلیکی بود یا به قول حالا میخواست که مثلا اسلامیت خودش اول ثابت کنه بعد مثلا به مقام برسه. حالا اون اوایل انقلاب یک توجیهی هم داشت که البته در آثار شریعتی هم هست، در تجربه الجزایر هم او استناد میکرد که هست که بالاخره کسانی که متعهد بودن ایمان انقلابی بر تخصص و تقدم داره. بله. ولی اینکه حالا اثبات اینکه کی ایمان داره کی نداره و بعد هم آیا یه نظام مدرن اداری، بوروکراتیک، صنعتی، اقتصاد مدرن، نمیدونم یا ارتش مدرن رو فقط میشه با ایمان اداره کرد، این نکته رو دیگه بهش شاید توجه نمیشد. و برای شوق اینکه میشه یه چیزی به اسم حکومت اسلامی درست کرد که تمام این نهادهای مدرن رو توی خودش جذب بکنه، این اغتشاش رو به وجود آورده و در واقع اینجا اسلامی که در واقع جذب شده توی سیستم مدرن و سکولاریزه شده و نه نظام یعنی الان خب تمام ولی سکولاریزه شدن اسلام به هزینه در واقع تضعیف دانشگاه و نهاد دانشگاه شد. خب بله، اون دیگه مال اغتشاش مدیریت قضیه است و اینکه مراتب و حقوق و این حرفا دیگه پایمال شده یا نادیده گرفته شده در اینجا، که خب در نظام گذشته بر اساس به هر یه قواعد و قوانینی مثلا شما تا در مدرک خاصی نداشتید یا دوره خاصی رو مثلا در اداره نگذرونده بودید، باید 10 سال مثلا
در یه بخشی کار میکردی تا مثلا بشی رئیس دایره یا بعد بشی بعد مدیر کل یا بشی فلان، فضای انقلابی و به نام انقلاب عمل کردن همه اینا رو به هم میریزه دیگه. و یعنی شما میتونید که یک شبه از حجت الاسلام بشید آیت الله، بشید آیت الله، بشید وزیر، بشید حتی بشید فرمانده ارتش، درست؟ خب یا صد سرباز به سردار تبدیل بشید. و بعد یعنی فضایی است که بعد هم دیگه همه جور فرصت طلبی و آزمندی و فساد و اینا رو توش رخنه میکنه دیگه. این در واقع چون تحصیل دانشگاه، تحصیل به معنی واقعی یعنی دانش پیدا کردن به تدریج با کاری ورزیده شدن، با دانشی ورزیده شدن، جایگاه نداره، ارزش نداره و شما میتونید دکترا داشته باشید، میتونید نداشته باشید، میتونن بهتون بدن، میتونن معادل دکترا به شما بدن و شما به اون پستی که لازم هست منصوب بشید. دکترهای تقلبی برای خودتون درست بکنید. صرف اینکه یک عنوان دارید، مهم اینه که شما چقدر وفادار هستید به سیستم. پس محتوای درسی که میخونید و اینکه اون مدرکی که میگیرید محتوا داره چندان اهمیت نداره، اینو لغ میکنه در واقع. ارزش اینکه برید دنبال دانش رو لغ میکنه. بله درست. این تو همه سیستم، مثلا فرض در سیستم قضایی، خب شما باید میرفتید دانشکده حقوق، درس حقوق میخوندید و همه قوانین رو میشناختید، بعد شما رو در دادگستری مثلا استخدام میکردن. ولی وقتی که حجت الاسلام ها از تو قوم پاشدن اومدن نشستن بر مسندهای قضاوت، اینا حقوق نمیشناختن، حقوق معنای مدرن نمیشناختن و میخواستن که بر همون مبنای سنت به صلاح رسیدگی شرعی احکام صادر بکنن، از توش اختشاش و آشوب نظام قضایی در اومد که میبینیم دیگه. بیایم به مسئله بعدی. با توجه به جمعی اون چیزی که از قلم شما میخونیم در ما و مدرنیت، اینجور به نظر میرسه که شما به یک حوالت تاریخی اعتقاد دارید. این حوالت تاریخی کی؟ به هر حال اگر از حالا مثلا دید فردی نگاه بکنیم، از اون تعبیر فردیدی استفاده بکنیم، شما به یک حوالت تاریخی اعتقاد دارید که انگار مثلا یک مشکلی اینجا وجود داره که این مشکل به این آسانی ها حل نمیشه و باید از یک دید کلان بهش نگاه کرد و گویی که یک ذاتیتی وجود داره که ما رو محکوم میکنه به این عقب ماندگی. فرضاً این تعبیر درسته؟ نه، ببینید، خود تجربه های این 30-40 سال اخیر لاغر مثلا نشون داد که خب خیلی از کشورهای که تا 30-40 سال پیش مثلا جهان سومی و توسعه نیافته حساب میشدن، به صورت توسعه یافتن پیشرفت کردن. مثلا حتی که مثلا یا جزیره مثل فرماز یا مثلا کره جنوبی و بعد خود چین، این ما ابعاد قولاساش در عرض 30 سال خب الان به کشور صنعتی خیلی پیشرفته تبدیل شده. و اون زمان اون موانعی که البته اون دوران تصور میشد که مثلا امپریالیست ها مانع اینن که ما توسعه یافته بشه، برسه حتی خود رژیم شاه هم یه جورهای این ایده رو داشت، یا حالا به یه معنی شاید هم وجود داشت. مثلا میخواستن زباهن بیارن به ایران، آلمان ها حاضر نشدن بدن، نمیدونم گویا انگلیس ها حاضر نشدن بدن، که شاه رفت سراغ روس ها و از اولین زباهن ایران روسی هنوز هم هست در اصفهان. اینجور بود که به یه نوع تصوری بود که خلاصه بیرون آمدن از این چاله جهان سومی، عقب موندگی که متضمن فقر و گرسنگی، انفجار جمعیت و فقر و گرسنگی و بسیاری مسائل دیگه هم بود، در نتیجه و نگاه های و از اون طرف وجود بلوک رقیب و مدل او و تبلیغی که او میکرد، ماشینی که تبلیغاتی که او داشت، طبیعتا تو فضای ذهنی ما هم مؤثر بود دیگه. ولی در این حال حالا یه مدار مثلا در برخورد با فردید و این داستان هایدگر و نقد تمدن غربی و اینها، این هم یواش یواش توی فضاهای روشنفکری ما آمده بود دیگه. حالا فرض کنم با داریوش شایگان مثلا رفته بودیم و توی محفل‌ها و بحث‌های ما این مسائل هم مطرح بود که حالا حاصل توسعه جدید چگونه در واقع
موجب مثلا بریدن از مثلا معنویت شرقی میشه و بعد این نوستالژی بازگشت به شرق و همه این حرفا، این تناقض ها توی وجود همه ماها بود از جمله خود بنده. و به هر حال اگر کتاب شما رو کسی بخونه و کار دیگر شما رو نخونده باشه و با دیدگاه دیگه شما آشنا نباشه، ممکنه به این نتیجه برسه که ما ملتی در آستانه فروپاشی هستیم و در حال زوال هستیم. این تعبیر درسته؟ بله، به یه معنا این نگرانی وجود داره، برای اینکه برای این همین مفهوم ملت، همونطور که گفتم به این مفهوم اتناسیون، مفهوم دولت ملت متکیه و رژیم و دولتی که خودش رو متکی به اون معنا متکی به ملت نمیدونه و در واقع خودش رو به امت متعلق میدونه، علاوه نوع رفتار متفاوته. و اگرچه خب اینها نشون دادن که غیرتمندن در حفظ ایران، این مرزها و این چارچوب ها، حتی 8 سال جنگ رو بالاخره مدیریت کردن و با غیرتمندانه به حال ازش بیرون آمدن و اگرچه خب خسارات فراوان هم به بار آورد این جنگ، ولی یه جور روحیه ناسیونالیستی هم در حالا اگرچه به زبون بیان نمیشه، ولی یه جور روحیه ناسیونالیستی رو در آخوند و مجموعه بدنه این رژیم هم به وجود آورد و اهمیت وطن رو حداقل نشان داد. آره. ولی از اون طرف هم خود همین مفهوم امت اسلامی که بعد دیگه بقیه رو طرد میکنه، یا حتی اینکه حکومت شیعی که حتی اهل تسنن رو تو خودش نمیپذیره، حالا بهایی و زرتشتی و یهودی و این حرفا که به جای خود که بخش عمدهشون هم مهاجرت کردن و رفتن، و اینکه اساسا مفهوم نیشن استیت دچار بحران شده توی دنیای اسلامی. البته یک نکته اینجا هست که به هر حال شما هم اشاره کردید من نگرانم که این اتفاق بیفته، یعنی حکم نمی کنید بلکه نگرانی رو ابراز می کنید، و خود این مفهوم نگرانی میتونه مثبت باشه، یعنی که ما از زوال خودمون جلوگیری بکنیم، کاری بکنیم که زوال پیدا نکنیم، همونطور که میتونیم نگران مثلا تجزیه ایران باشیم و کاری بکنیم که ایران تجزیه نشه، میتونیم نگران این باشیم که وارد جنگ نشیم پس بنابراین کاری بکنیم که دیپلماسی صلح پیش بره. به این معنا اندیشه زوال میتونه مثبت هم باشه. این جنبه مثبتش رو چطور میبینید؟ یعنی اینقدر هوشیاری نسبت به مسئله میبینید توی روشنفکران، تو جامعه ایران، توی حاکمیت؟ خب بخش عمده به حال روشنفکران و یه بخش مهمی از حاکمیت هم این نگرانی رو داره و این کوشش رو میکنه. از یه طرف هم یه بخشش که خب به قول معروف خیلی پرته از مسائل و همچنان توی قرون وسطای خودش زندگی میکنه و بعدم آرمانش بازگشت به اون جامعه قرون وسطایی خودش هست، اونها هم مزاحم و مانع هستن. از اون طرف هم ما الان در دورانی زندگی میکنیم که احساسات بومی قومی خیلی زنده شده و اینها خیلی خب میتونن خطرات آینده باشن برای تجزیه کشور و احساسات مثلا همین تو هم تجربه های اخیر دیدیم دیگه، در برابر اون تجربه مشارکت همگانی از بالای آذربایجان تا تای بلوچستان، بعد یه دفعه مثلا تو اون دوره جنبش سبز دیگه مثلا آذربایجان مشارکت نداره، در حالی که آذربایجان همیشه در جنبش های سیاسی ایران نقش خیلی اساسی داشته، خود دیگه معروف ترینش جنبش مشروطیته. و از اون طرف مثلا خب باز یک جور ناسیونالیسم خیلی تندروی خشنی هم روش کرده در به خاطر به عنوان واکنش در مقابل این داستان دولت اسلامی و اینها، که مثلا نفرت از عرب مثلا جز چیزهای اساسی ایدئولوژیکشه. پس اگر بخوایم دقیق تر این رو صورت بندی بکنیم، باید بگیم که یک چالشی وجود داره بین مسئله زوال و بقا و ادامه حیات. این مثلا در فرانسه هم هست، در امریکا هم هست، در به خصوص مثلا فرانسه که 2 تا کتاب همین اواخر منتشر شده در 1-2 سال گذشته
که مسئله اینکه اصلا فرانسه داره خودکشی میکنه فرزند به دلایل مختلف از جمله مثلا حضور مهاجران بسیار، یا در آمریکا مرتب کتاب‌های منتشر میشه که از انحطاط و زوال امریکا یاد میکنه و هشدار میده به این مسئله. صرف اون بحث زوال در واقع میتونه در چارچوب یک هشدار جمعی کار بکنه و مثبت باشه. میشه این رو به شکل چالش صورت بندی کرد یا واقعا نشانه های زوال بیشتر از نشانه های بقا هست؟ خب اولین مسئله محوری خود این مسئله حاکمیت دینه و جهان مدرن به حال جهان سکولاریزه است، نه به معنای ضد دینی، به معنای اینکه دین سر جای خودشه، دولت سر جای خودش، و اینکه دولت رو مرجعیت دینی بخواد بگردونه با علم دینی خودش، نه با علم و معرفت مدرنی که متناسب با اینه، این یکی از عوامل اساسی بحرانی است که میتونه سرانجام به چه سمت منجر بشه. یعنی شما ترجیح میدید که سمت هشدار بایستید و همچنان این هشدار رو بدید که باید مراقب زوال بود؟ بله بدون شک اینطور. بیایم به بحث بعدی که در واقع اون طبقه ایست، قشری است که شما به او متعلق هستید، یعنی روشنفکران. شما جز معدود کسانی هستید که میبینم آشکارا میگید من یک روشنفکر هستم. خیلی ها هستن که نمیگن یا نمیخوان این رو علنی بیان بکنن، ولی به هر حال واقعیت این است که در طول این 150 سال گذشته روشنفکران پیامبران مدرنیته بودند. اینها اومدن مسئله رو مطرح کردن، با او بالا پایین شدن، زندگی کردن، هزینه دادن و حالا آوارگی سهم شما شده، یه عده‌ای کشته شدن، یه عده‌ای در قبل از انقلاب جان باختن و در شکل‌های مختلف به هر حال برای ایده خودشون، برای مدرن کردن جامعه ایران از زندگیشون مایه گذاشتن. الان که نگاه میکنید به این تجربه 150 ساله، فکر میکنید که جاهایی بوده که روشنفکران میتونستن بهتر عمل بکنن؟ مثلا آل احمد میاد در مورد خدمت و خیانت روشنفکران مینویسه. از خیانت بگذریم، خدمت رو هم فعلا ناگفته قبول داریم. میشود صحبت از خطاهایی کرد که روشنفکران داشتن؟ یعنی از عقل مدرن استفاده بکنیم و نقد بکنیم خود این پیامبران مدرن رو. فرض کنید مثلا سیاست زدگی به عنوان یکی از خطاها ممکنه قابل بحث باشه. شما که نگاه میکنید به تاریخ روشنفکری، چه خطاهایی رو میبینید در این مسیر برای پیام‌آوری مدرنیته؟ خب طبیعتا روشنفکر ما هم خطاهای خودش رو داشته و اینکه چگونه میشد ازش جلوگیری کرد و نکرد هم شاید خیلی موارد امکان نداره، یعنی چون اون خطاها هم بر اساس شرایط خاصی اتفاق میفتن. مثلا در انقلاب مشروطیت، خب حالا اون چیزی که منورالفکران اون دوره تشخیص میدادن که بدون اینکه آخوندها مثلا حضور داشته باشن در جنبش و بسیج توده‌ای بکنن، امکان نداره که این نهضت پا بگیره و یا بتونه غلبه کنه بر استبداد مثلا پادشاهی، و خب تشخیصشون هم درست بود، اما و ترکیبی هم که ساخته شد ولی متناقض بود. یعنی اینکه هم یه قانون اساسی تدوین شد که هم میخواست که از یه طرف سکولار باشه، از یه طرف هم طرف دین رو داشته باشه. حتی تو اون عبارت معروف که سلطنت موهبتی است الهی که از طرف مردم داده میشه، به تفویض میشه به پادشاه، این تناقض رو کاملا میشه دید. و در دوره‌های بعدی هم همینطوره. مثلا روشنفکرهای دوره رضا شاهی، اینا یا هم روشنفکران دوره یا منورالفکران هنوز بودن دیگه،
اونها که مدلشون چشمشون به اروپا بود، اروپا غربی بود، به فرانسه و انگلیس و آلمان و اینها بود. خب اینها برای ایران یه آینده شبیه اینها میخواستن. و بعد هم وقتی که فروپاشی اوضاع رو دیدن، دنبال یه آدم مقتدری میگشتن که بتونه بیاد جمع کنه دیگه. و همین وقتی رضا شاه اومد، همه اینا دورورش گرفتن، از مثلا حمایت کردن، از فروغی تا مثلا ده خدا تا بسیاری کسان دیگه. ولی دوره بعدی بعد از جنگ جهانی دوم با آمدن ایدئولوژی های رادیکال چپ و حزب توده و به مدل اتحاد شوروی و اینها، خب در این حال جریان روشنفکری ملی میانه رو هم بود که از توش نهضت همون جریان جبهه ملی و مصدق و اینها بیرون آمد. و خب اونها در یه شرایط تاریخی، حالا بحث راجع به این قضیه زیاده که آیا اونها میتونستند یه جورایی به حال کنار بیان و با مجموعه مثلا قدرت های جهانی که کار مثلا به کودتای 28 مرداد نکشه یا نه نمیشد. و اینقدر خب محال اگر نمیکشید بهتر نبود، اگر نمیکشید بهتر، بدون شک الان خب همه میگن که بهتر بود که نمیشد این جریان، یعنی رادیکالی شدن فضا به ضرر همه ما تمام شد. خب بله، و به ضرر مدرنیته، به ضرر روشنفکران، به ضرر طبقه متوسط. دوره بعد از اون هم که باز دوران اوج هیجانات جهان سومی و ضد امپریالیسم و ضد غرب و این حرفا بود و تقدس یافتن مفهوم انقلاب، خب بخش عمده از نیروها رو کشید به طرف این مفاهیم و این جریانات. یعنی روشنفکران معقول معتدل دیگه جایی نداشتن، یا جریانات میانه رو دیگه جایی نداشتن. حتی خود رژیم شاه فضا رو چنان قطبی کرد و به اصطلاح به جهت اکستریم برد که از توش این چیز در اومدی، هم آنچه که بعد انقلاب اسلامی نام گرفت در اومد. خب امروزه خب بسیاری فکر میکنن که خب بهتر بود که ما در اون دوره خود کوتاه می اومدیم و وقتی که فرصت پیدا شده بود و رژیم میتونست اصلاح بشه، این قمار بزرگ رو ما برای چی کردیم؟ دقیقا، یعنی یه مقدار ارزش سازش‌های اجتماعی بله، یعنی این همه اینا نشانه این بود که ما مفهوم سیاست رو به معنای مدرن نمی‌فهمیم. همون مفهوم انقلابی و رادیکالی شد. مفهوم رادیکال و مفهوم که آقای خامنه‌ای هم الان نمایندش هست. مفهوم سیاه و سفید، مفهوم دو قطبی می‌فهمیدیم دیگه. حق و باطل مطلق. و اینکه سیاست، اول سیاست عرصه نسبیت، عرصه کشاکش نیروهاست و همچنین عرصه مذاکره است، عرصه سنجش بهترین شرایط و به حال با صرفه ترین شرایطه. اینا مقتضیات علم سیاست مدرنه که خب این نظام های مدرن غربی رو به وجود آورده، حالا در انگلیس و فرانسه و اسکاندیناوی و جاهای دیگه. و ما به حال فضای ما فضای رادیکال جهان سومی بود که همه چیز دو قطبی بود. و حالا امروزه به اینجا رسیدیم، عموما اینطوری فکر میکنن روشنفکران حالا لاقل برجسته ما دیگه هم میکنم. یک تحولی تو این سالهای اخیر به خصوص بعد انقلاب و هرچه از عمر انقلاب بیشتر گذشته بیشتر اتفاق افتاده و پیش آمده، و اون مهاجرت میلیون ها نفر ایرانی هست به خارج از کشور و عمدتا به اروپا و امریکا، از جمله من و شمایی که اینجا نشستیم و دوستانی که این برنامه رو ضبط میکنن و خود دستگاه مختلف و نهادهای مختلفی که مهاجران به وجود آوردن و یا در روشنگری میکوشن به سمت داخل کشور. این نقش روشنفکران رو به عنوان پیامبران مدرنیته تضعیف نمیکنه، یعنی اون نقش منحصر به فردشون رو در واقع که میخواستم بگم مدرنیته چی هست تضعیف نمی کنه. چون دیگه امروز میلیون ها نفر از مخاطبان احتمالی اونها و مخاطبان بالفعل اونها اصلا در بیرون زندگی میکنن، در بطن همین مدرنیته دارن زندگی میکنن و تجربه میکنن. این اصلا خب در خود مفهوم حال روشنفکری به معنای مثلا انتلیکتوالیزم بگیم به فرانسه،
تحولات اساسی پیدا شده در این دورانهای اخیر، از نیمه شاید بگیم قرن بیستم به این طرف، و دیگه روشنفکران اون جایگاه اهمیت مهم شاید مرکزی رو در جامعه و در تحولات اجتماعی ندارن. یعنی اون چیزی که با دوران لومیر، دوران روشنگری اروپا و بخصوص تو فرانسه به وجود آمد و اون مدل پیشاهنگ، حالا اول اسمشون فیلسوف بود و بعدها اسمشون انتلیکتوئل شد، که اینا به خاطر اینکه انتلیکتوئل یعنی صاحب عقلانیت هن و به خاطر عقلانیت صاحب علم مدل هن و هم دکتر و مهندس و جامعه شناس و فلان و بهمان هم در این تراس ها هستن و اینا پیشاهنگان جامعه مدرن هن و پیشاهنگان توسعه جامعه مدرن هن. و بعد مثلا خب این مدل روشنفکری رادیکال بعد منتقل شد به روسیه و توی شعارهای مثلا کمونیستی همیشه چیز بود دیگه، روشنفکران، کارگران، دهقانان، روشنفکران. و روشنفکران به عنوان پیشاهنگان تحول اجتماعی و تحول انقلابی، حاملان ایده های مدرنی بودن که بایستی که حتی کارگران رو بسیج میکردن. این کارگران در حزب طبقه کارگر باید تحت نظر روشنفکران و زیر تبلیغ اونها بسیج میشدن برای تحول جامعه. ولی همه اینها به هم ریخته. یعنی در واقع روشنفکران به اون مفهومی که الان شما به درستی اشاره کردید، حتی اون نیروی حامی بزرگشون رو که نظام سوسیالیستی بوده از دست دادن و یکی از دلایل دیگر تضعیف موقعیتشون باید این باشه. بله، و یا اساسا اون ایمان به پیشرفت و حرکت علم و عقلانیت که در قرن 18 و 19 موتور تحرک عظیم اروپا بود و دستاوردهای عظیم انقلاب علمی و انقلاب صنعتی، اونها رسیده به شرایط امروزی که دیگه به اون معنا اون اوتوپی که طرح میشد، اون آرمان شهری که دیده میشد در افق بر اثر این دستاوردهای بشری، این اومانیسم و این انقلاب در پرتو انقلاب علمی و صنعتی، دیگه اینها اون معنا و اون ارزش رو از دست دادن. در نتیجه حاملان این ایده ها دیگه اون نقش مرکزی اجتماعی رو دیگه ندارن. میرسیم به اواخر بحثمون و مایلم که یکی دو تا سوال دیگه مطرح بکنم. یکیش این سوالی است که آقای بابک احمدی مطرح میکنه در همون میزه گرد مجله کلک و میگه که اون معتقده که فقط ما در بحران نیستیم، کل فکر مدرنیته در بحران هست. میگه الان برای متفکر غربی هم این مسئله مطرح هست که آیا الگوی مدرنیته الگوی درستی بود؟ بعد میگه آیا جهانی که ساخت، که در آن گولاک از یک طرف و آشویتس از طرف دیگه هم جای گرفت و در اون کنترل علم از دستمون خارج شد و نیروهایی به حرکت در اومد که نتونستیم همه رو پیش بینی بکنیم و نتونستیم همه رو کنترل بکنیم، اصلا جهان خوبی بود؟ بله، اصلا خود این تصور که ما میتونیم با علم و عقلانیتمون به جایی برسیم که همه چیز رو پیش بینی کنیم و همه چیز رو کنترل بکنیم، چنین چیزی در نظام عالم ممکن نیست. ولی در مدرنیته کسانی به این فکر میکردن. این بود مثلا این اساس اندیشه قرن 18 و قرن 19 تا جنگ جهانی اول شاید یا جنگ جهانی دوم در خود اروپا در همه جا این ایده، این اندیشه حاکم بود. ولی پیدایش این پدیده های عجیب و غریب، خود دو جنگ جهانی عظیم و ویرانی هولناک و کشت و کشتار وحشتناک، توحشی حتی که از این قضیه بیرون آورد، خیلی رو در مقابل ارزش های ذاتی چیز دچار شک کرد و اینکه ما داریم میریم به طرف بهشت و یوتوپیا. و تجربه شوروی، همین تجربه آشویتس، تجربه گولاک و غیره نشون داده که به هر به اون معنا ما یعنی اون ایده ها و آرمان های خیلی زیبا و خیلی پرشور مدرنیته دچار بحرانه و در نتیجه حاملان این ایده ها هم در دیگه رنگ میبازن و دیگه اون اهمیت گذشته رو ندارن یا نمیتونن متشکل بشن به اون صورتی که در قبل متشکل می شدن. از دلش مثلا انقلاب فرانسه در اومد، یا فرض کنید به صورت احزاب مثلا متشکل بشن.
شما در تجربه زیسته خودتون به عنوان کسی که به تجدد فکر کرده، به مدرنیته فکر کرده، در این زمینه تولید کرده، ترجمه کرده، آزمایش کرده، در تجدد زبانی تلاش کرده، در شناخت سنت و حافظ تلاش کرده، شما در تجربه زیسته خودتون خودتون رو چقدر متجدد میبینید، چقدر سنتی میبینید، چقدر فراتر از تجدد وارد عصر پس از تجدد میبینید، چگونه تجربه خودتون رو توصیف میکنید؟ بله، ما در واقع در آستانه دنیای پست مدرنیم و یه رو در دنیای پست مدرن آمده، همین خود این که ارزش‌های بنیادی مدرنیت مورد شک و تردیده و رفته به اصطلاح زیر نقد فلسفی علمی قرار گرفته، که یه دوران دیگری شما حالین. خب طبیعی است که من هم تا یه دورانی از کودکی در واقع از 13-14 سالگی که آمدم توی این عرصه، من دنیای مدرن رو میخواستم و در این جهت هم کوشش میکردم هرچی که میکردم در همون سنین، ولی بعد مجموعه تجربه ها از اون هم خود تجربه ایران و انقلاب ایران، اینا خیلی تجربه های خیلی مهم تاریخی هستن دیگه. حتی اینکه چگونه مفهوم انقلاب در واقع با انقلاب ایران به پایان رسید و بعدش دیگه ما هیچ انقلابی در جهان نداریم، جنگ داریم اما انقلاب نداریم دیگه به اون معنا. این همه اینا نشانه این است که ما وارد آستانه دوران دیگری شدیم که اون نوع یقین ها و ایمان ها همش خورسه دیگه در مورد شک شده، مورد شک قرار گرفته و طبیعی است که خب من هم مال همین دنیا و مال همین سیرم. ولی اگر از تجربه تجدد، تجربه دراز و بلند مدت تجدد چیزهای یقینی وجود داشته باشه که بشود توصیه کرد ولو در دوران پست مدرن، اونها چه خواهند بود؟ ولی من به حال ما جهان، بشریت، کل عالم، حتی جهان اول، دوم، سوم، همه به حال یه جوری این سیر مدرنیت رو طی کرده و حتی از لحاظ تکنولوژیک و شیوه زندگی و شیوه زندگی روزمره و برشبت که ساختارهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی و همه چیزش به حال تو همه جای دنیا، از اون سر ژاپن و چین بگیرید برید تا افریقا و امریکای لاتین و غیره، دنیای مدرن آمده و مستقر شده و ما امکان بازگشتی به پیش از اون نیست. اما اینکه اون ارزش‌های خیلی سفت و سخت و امیدهای خیلی بزرگ دوران مدرن هم در واقع شکسته شده. من خودم رو یه انسان مدرن همچنان میدونم و در نتیجه به علم و عقلانیت مدرن هم در قالب نسبیش باور دارم و نمیخوام برگردم به عالم میتولوژی گذشته و حتی عالم میتولوژی که گذشته رو کوشش میکنم که با منطق عقل و علم مدرن هم بفهممش. هم نمونه کاری که من برسونم در مورد حافظ کردم بنیادش همین انگیزه است و ولی به اون صورت رادیکال قطبی که مثلا تمام گذشته رو تحقیر بکنیم و در دوران تاریکی و سیاهی و اینها ببینیم، هم این قضیه همچنان که در غرب اتفاق افتاده در دنیای ما هم فکر میکنم که جاشو شده، اتفاق افتاده و خود که ما با گذشته خودمون مهربانتر باشیم، بهتر ببینیم و خب طبیعی است که اون گذشته رو ما به معناهای تازه‌ای میفهمیم و به نوع دیگری تفسیرش میکنیم. ولی من مثلا به حال شعر سعدی رو از خیلی از شعرهای نو بیشتر دوست دارم و بیشتر میخونم و یه مثلا در همین شعر حافظ و با همون بنیاد میتولوژیکش من یه عمقی میبینم، یه عمق اونتولوژیک، هستی شناسی میبینم که در بخش عمده ادبیات مدرنمون نمیبینم. و درسته که حافظ اتومبیل سوار نمیشد و سوار هواپیما نمیشد و نمیدونم تلفن نداشت و غیره، ولی جهانش یه ابعاد عمیق‌تری داره که فراموش شده است توی دنیای ما، توی دنیای مدرن. میشه دو مرتبه اینها رو بازگشت بهش کرد، میشه دو مرتبه فهمید، میشه باهاشون اونس گرفت، میشه باهاشون دو مرتبه زیست.